درود، بیننده سرنوشت به گونه زنده از نور هستید. حملات اخیر در کابل چه پیامی دارد؟ امروز شاهد حمله انتحاری هراس افغانان در ورودی میدان هوایی کابل بودیم. آمار غیر دقیقی که به دست داریم نشان می‌دهد که این رویداد 18 زخمی و 4 کشته داشته است. همچنان در یک حمله دیگر در ولسوالی گرشک هلمند 3 پلیس زخم برداشتند. حملات اخیر در کابل جان تعداد زیادی از افراد ملکی را گرفته است. حمله شاهشهید، حمله بر آکادمی پلیس و حمله در قصبه. در این حملات ده ها فرد ملکی کشته و زخمی شدند. پس از افشا شدن مرگ ملا عمر و تعیین رهبری جدید، ظاهرا این رهبر علاقه به گفتگوهای صلح ندارد. با حملات اخیر خوشبینی ها از گفتگوهای صلح رنگ می باخته. حملات اخیر در کابل و مناطق کشور چه پیامی دارد؟ واکاوی این موضوع با آقایان سخی محمدی استاد دانشگاه، دکتر فضل من الله ممتاز آگاه سیاسی و قاضی عبدالرحیم رحیم عضو مجلس نمایندگان که تا دقایق بعد تشریف خواهند آورد. خیلی جا سپاسگزارم از تشریف آوردن. آقای محمدی، خب چه پیام میرسانه؟ پس از خوشبینی ها از گفتگوهای صلح که بی سابقه میخواندنش خوشبینی ها بود که طالبا برای اولین بار رو در رو حاضر به گفتگو با دولت افغانستان شدن، اما حالا ما میبینیم که موجی از عملات انتحاری را افتاده در کابل و ولایات. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما بیننده محترم تلویزیون نور و میمان محترم حاضر در جلسه، من فکر میکنم حملات اخیری که در شهر کابل و در نقاط دیگه از افغانستان اتفاق افتاد میتونه چند پیام داشته باشه. یک پیام از طرف طالب است. یک، طالب منطق جز منطق زور رو نمیشناسن و من به اید میدانم علی رقم تمام به اصطلاح خوشبینی ها و علی رقم تمام گمان زنی هایی که مبنی بر ای که طالب ها علاقه مند پیوستن به پروسی صلح در داخل افغانستان هستن، حملات اخیر طالب ها نشان داد که یا منطقشان منطق زور است و همیشه میخوان از به اصطلاح موقعیت قدرت و زور با طرف مقابل تعامل بکنن. یک نکته دیگر که من فکر میکنم رهبری جدید طالبا خواست با این اقدام به نوع خودش به عنوان یک رهبر کریزما و یک رهبر بلا منازع در بین به اصطلاح فرکسیون های مختلفی که در بین طالبا وجود داره خودش معرفی بکنه. معمولا وقتی ما از رهبر کریزما در داخل کشور جامعه سنتی مثل افغانستان صحبت میکنیم، متاسفانه رهبرای کریزما در اینجا رهبرای هستند که قاطعیت، جسارت و از شدت عمل نسبت به قضایا برخوردار باشند، که من فکر میکنم شخص ملا منصور با به اصطلاح را اندازی با رهبری این حملات خواست نشان بده که نه تنهایی که چیزی کم از ملا عمر نداره، که حتی در قساوت و یا میتونه چندگام از او پیش هم باشه. نکته دیگر که و یا پیامر که حملات اخیر داشت، من فکر میکنم برمیگرده به میزان نفوذ و تاثیرگذاری پاکستان روی حرکت به نام طالبان. ما اخیرا شاهد بودیم که پروسی صلح شاید برای اولین بار بعضی روزنهای امید را باز کرده بود، از جمله ای که خب بعضی از به اصطلاح رهبرهای طالبان علاقمندی نشان داده بودند به ای که بیاین یک راه حل منطقی با استفاده از دیالوگ و گفتگو برای مظل افغانستان پیدا کنن. قدرت بزرگی مثل چین حاضر شده بود که پروسی صلح در داخل افغانستان را به نحو به اصطلاح رهبری بکنه. پاکستانی ها نشان دادن که هر آنگاهی را که خواسته باشند میتونن این پروسه را سبوتاج بکنند و به اصطلاح اون نفوذ بلا منازع خودشان را همیشه روی گروه های دهشت افغان در داخل افغانستان داشته باشند. یا به تعبیر دیگه من گفته میتونم پاکستانی ها نشان دادن که عملا از
بی‌نظمی، بی‌ثباتی و هرج و مرج در داخل افغانستان سود میبرند و ایر در امتداد همو استراتیجی های کلان خودشان در داخل افغانستان تعریف کردند. و یک نکته محمدی ببینین، پاکستان یک کشور منظم، منسجم و یا یک ملت واحد نیستن. من فکر میکنم اگر در، البته چیزی که پاکستانی تا امروز تصور کردن و تصور میکنن و متاسفانه با بعضی ندانمکاری هایی که رهبرای افغان در طول مقاطع مختلف زمانی داشتن این ذهنیت را تقویه کرده، او است که یا فکر میکنن اگر در داخل افغانستان یک حکومت مقتدر وجود داشته باشه، این حکومت مقتدر با تبانی با رقیب سرسخت ایا یعنی هند میتونه یک چالش بسیار بزرگ در راه حتی بقای پاکستان باشه. کما اینکه خب پاکستانی ها تجارب تلخی را دارن از روند بحرانایی که در داخل پاکستان وجود داشت. در سال 1971 اینمی شگاف و انشاباتی که در بین این ملت وجود داشت باعث تجزیه پاکستان به دو کشور بنگلادش و پاکستان شد و همین امروز هم ما حرکت های به اصطلاح جدایی خواهانه را در اقصا نقاط پاکستان داریم که فکر میکنم پاکستانی ها بالاخره به درک رسیدن که اگر یک حکومت مقتدر با توجه به ای که یک ذهنیت منفی در داخل افغانستان نسبت به پاکستان وجود داره و فکر میکنن اگر همچین یک حکومت در داخل افغانستان عرضه وجود بکنه، این میتونه کلانترین چالش حتی در مقابل بقای کشور به نام پاکستان باشه. در یک نکته برداشت درست است؟ خب حداقل این برداشتی که تا چه حد درست است یا نیست، در عمل ما میفهمیم افغانستان دیگه در اون موقعیت نیست که بیایه چالش بسیار جدی در مقابل پاکستان باشه، ولی متاسفانه ذهنیت را با ندانم کاری های خودشان رهبرای ما آمدن خلق کردن. رهبرای ما نسبت به قضا بسیار آرمانگرایانه برخورد میکنن. ما رهبرای، البته محدود به این مقطع خاص زمانی امروز نمیشه، شما رژیم های مختلف را بیاین به اصطلاح پالیسی هایشان را حداقل نسبت به پاکستان مطالعه بکنین، علی رغم ای که ایا نتانستن دولت، ملت و همو زیربناهای اساسی که میتونه استقام ببخشه، پروسی دولت سازی، پروسی ملت سازی در داخل افغانستان در ایر حتی نتونستن آغاز بکنن، اما ادعایشان همیشه ای بود که ما بخش عمده از خاک پاکستان مربوط به ماست، که هم پیام نمیتونه داشته باشه برای پاکستانی، جز ای که او بیاین واقعا تلقی بکنن و این ذهنیت بیان در مجامع بین المللی هم القا بکنن که افغان ها حوزه اقتدار ما را به رسمیت نمیشناسن. وقتی حوزه اقتدار ما را به رسمیت نمیشناسن، پس بنابراین این حق دفاع مشروع ما از خود داریم تا اینکه بیایم در مقابل این یک ذهنیت منفی در مقابل خود ما استادگی بکنیم. که خب چیزی را که ما میفهمیم متاسفانه ادعاهایی که تا امروز رهبرای افغانستان کردند مبتنی بر کدام پشتوانه قوی فکری منطقی و یا حتی ابزار قدرتی که با توسل به او بتانن این اهداف را تامین بکنن نبود، صرف در حد شعار بود و از این شعارها پاکستانی ها حد اکثر استفاده را کردن و امروز عملا بحران را در این منطقه این پاکستانی ها هستند که مدیریت میکنن و از این نفع میبرن. گوتایی که اگر طالبان میخوان نشان بدن که جز منطق زور چیزی نمیشناسن، یا اینکه رهبر جدیدشون میخواد خدا بلا منازعه معرفی بکنه و کاریزما همه، یا ایره پاکستان میخواد چون سکاندار اینمی جریان هست. ما ببینین بالقوه همچین یک ذهنیت و حتی شما میتونین مظاهر ارزش های فرهنگی که تقویه میکنه می طرز تفکرن عملا وجود داره در بین به اصطلاح کسایی که در بین طالب هستن، ولی چیزی که با پاکستان برمیگرده، پاکستان آمد از این وضعیت به شکل بسیار پرگماتیک، به شکل بسیار درست ایرر مدیریت و رهبری کرد در امتداد منافع تعریف شده و مشخص. خوشگزارم آقای این، خیلی زود خوش آمدید.
خب عملات اخیر چی پیام دارد؟ درست پس از خوشبینی ها از گفتگوهای سال که به پیشینه است نمیفهمم برای اولین بار مستقیم نماینده های طالبا با نماینده های حکومت افغانستان رو درو گفتگو کردند، خوشبینی ها زیاد بود، اما حالا با باور بعضی ها با این عملاتی که اخیرا راه افتاده این خوشبینی ها رنگ میبازه و آینده گفتگوهای سال ناروشن میسازه، تاریک میسازه. خب باور شما چی پیام دارد؟ چیزایی که اشاره شد طالبان میخوان بگن که جز منطق زور چیزی دیگه نمیفهمند، رهبر جدیدشون میخواد خدا کاریزما معرفی بکنه، یعنی موقعیت مدارم که بتونم رهبری بکنم، و این که میزان نفوذ پاکستان نشان میده پاکستان نمیخواد، سکاندار این جریان پاکستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و بینندگان عزیز، سلام خدمت شما و میهمانان عزیز. بله، بحثی امروزی که در افغانستان روان است بس یک روزه و یک ساعته به وجود نیامده، یک قضیه است که سالیان است که دوام داره در افغانستان. بحثی از صلح و مذاکره و مفاهمه بین افغانها و طالب یک قضیه است که گاه گاهی مطرح میشه و مسئله صلح همیش از طرف افغانستان یک طرفه و تضرف پیش رفته و طرف مقابل هیچ گاهی حاضر نبوده که صلح را بپذیره و به صلح تن در بدیه و مواد را که برای تامین صلح برنامه ریزی شده او مسائل را قبول بکنن. و بحث اصلی در ایست که طالب یک ابزار، یک وسیله تشنج و جنگ و کشمکش و ویرانی و نابودی در افغانستان توسط ISI است و این طالبی که امروز در افغانستان می جنگه، این طالب مسئولیتش جنگیدن و ویرانی در افغانستان است. مسئولیتشان صلح و مذاکره نیست. صلح و مذاکره را کسای دیگری که اینا را رهبری میکنن مسئولیت به چه کسای آقای رحیم؟ خب معلوم است که از ظهور طالب، وقتی که طالب به اصطلاح به این حیث یک جنبش، یک نهاد تشکیل میشه، پشت سرش نصیرالله بابور و امثال از او استاد است و امروز هم که ISI مستقیما اینا را رهبری میکنن. قضایایی که امروز در کشور ما روان است دو بخش، یک بخشی که ملا عمر فوت کرد و بمرد و از دنیا رفت، چی وضعیتی باید در میان طالب به وجود می آمد، و یک بخشی که امروز در پهلوی همه این مسائل انفجارهای بسیار مهیبی در کشور ما روان است. این کار طالب نیست و این بحث طالب نیست که طالبی خب که کار چی کسی است؟ کار پاکستان؟ عملا کار استخبارات پاکستان است و قدرت نمایی در افغانستان میکنه که اگر ملا عمر دو سال مرده ایشه ما به عنوان رهبر نگاه کردیم، بعد از دو سال چون اهداف ما تقریبا برآورده شد و بالاخره به نتیجه رسیدیم که امروز اعلان کنیم که اگر ملا عمر نبوده باشه و دیگه کسی هم هست که جانشین ملا عمر برای خرابکاری و ویرانی در افغانستان دست باز داشته باشه، امروز بحثی را به عنوان مرگ ملا عمر اعلان کرد. بسیار دردآور برای این نظام است که رئیس جمهور افغانستان در عید سعید فطر پیام ملا عمر را میخوانه و این را به اصطلاح استقبال میکنه از پیام ملا عمر به عنوان فرایند صلح و مذاکره در افغانستان، در حالی که او پیام توسط ISI ترتیب میشه و فرستاده میشه و رئیس جمهور افغانستان. این بدبختی در این جاست که نیروهای کشفی ما، نیروهای امنیتی ما، نیروهایی که باید خوب دقیقاً مشکافی بکنن که وضعیت در میان مخالفین افغانستان به چه حالتی است که ما به یک برابرداری درست به منفعت کشور خود از مسئله کرده باشیم، همه آگاهی را هم ندارن. گرچه همین مسئله را به یادم است که سال قبل رئیس امنیت ملی در یک صحبتی در داخل تالار گفت که دیگه ملا عمر وجود نداره، اما این صدا هم خفه شد، دیگه صدایش بلند نشد که به اثبات برسه که راستی ملا عمر نیست. اما امروز ISI خودش این مسئله را اعلان میکنه که دیگه ملا عمر نیست و وضعیت طوری است که میشه جانشینی برای ملا عمر از ملا عمر هم کرده، فرد خشنتر و بدبختر دیگری که بخوای افغانستان را به یک مصیبت کلان دیگر رو برو سازه به نام ملا اختر میآید جانشینش میشه. و با همه این گرفتاری هایی که در ظاهر میان طالب وجود داره، اختلافات دو دسته ای است که یک گروهی او را تایید کن یک گروهی ردش بکن، و رهبران به اصطلاح جمعیت العلمای پاکستان هم با اینا بیعت بکنه، اونایی که طرفدار هستن که افغانستان به یک ویرانه تبدیل بشه، بسیار دردآور است من حیث رهبرانی که خود رهبران نهضت اسلامی و با
یک اندیشه اسلامی در کشورشان حرکت میکنن، ولی این مرگ و ویرانی را در افغانستان میخواهن و این افغانستان را میخواهن به تباهی بکشانن و اینا را جمع میکنن و با اینا یکی را به دیگری بیعت میدین که برین در افغانستان ویرانی را به وجود بیارین. اما این کاری که امروز در افغانستان روان است، این مصیبت کلان که مثلا انفجار کلانی که در شاه شهید میشه، مثلا میدان هوایی کابل است دیگه جاست، اینها یقینا کاری این گروه حقیر و خار طالب که به این حالتی که فعلا قرار دارن و کاری اینها نیست، کاری یک دستگاه بسیار قوی و منظم استخباراتی است که حتی نیروهای نظامی و کشفی ما نتونستن جلوی مسئله را کشف بکنن، این مسئله را بگیرن. چیزی که شما اشاره کردین و چیزی که آقای محمدی اشاره کرد، بسیار هم به این باور هستن که پاکستان پشتی سکانداری جریان طالب ناامنی ها در افغانستان پاکستان است. خب لطفاً کوتاه بگین پاکستان چی میخواهد؟ چیز بین افغانستان و پاکستان ناتقسیم است که میخواهد افغانستان ضعیف داشته باشه، افغانستان جنگ زده و خراب؟ پاکستان تا زمانی که حکومتی در افغانستان مطابق به خواست پاکستان به وجود نیاید و پاکستان حکومتی که 100% فرمانبردار و مطیع برای پاکستان و مو به مو اهداف پاکستان در داخل افغانستان تطبیق بشه و هر آنچه را که پاکستان بخواهد حکومت آینده در افغانستان او در افغانستان تطبیق نشه، تا او روز پاکستان از این مسئله دستبردار نیست و نمیخواهد در افغانستان امن، ثبات و نظامداری در افغانستان بوجود. آقای محمدی میگن خب در رقابت با هند چنین چیزی میخواهد، سیاست سلطنتی نداره و ای که ما حوزه اقتدار سیاسیش به رسمیت نمیشناسیم، اونا آمدن این حالت به صورت دفاع از خودی مطرح میکنه. یک مسئله بسیار عمده است، حکومتی که فعلا ما داریم، همین حکومت نیمبنده که داریم و حکومتی که از گذشته بود، حکومت آقای کرزی، حکومتی بوده به نام حکومت جمهوری اسلامی در افغانستان. این حکومت دارای یک پالیسی و یک اهداف سیاسی بوده، در دنیا میخواستن با هر کشوری که بخواهن من حیث یک نظام روابط داشته باشن، روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هر بحث دیگری. کشور هند یکی از همکاران بسیار نزدیک در نظام فعلی افغانستان بوده و هست، ولی پاکستان با کشور هند مشکل دارد. به این لحاظ تلاششان به ایست که افغانستان به هر قیمتی که میشه روابطش با این قطع بسازه و کشور نظامی در افغانستان باید بوده باشه که این نظام اطاعت از پاکستان بکنه، نه با دشمن پاکستان و نه با رقیب پاکستان. همه این خواستاش دمی خلاصه میشه یا چیزای بیشتر از این؟ طبیعتا حکومتی را که سرمایه گذاری کرده سرش به نام طالب و ایرانی را به وجود آورده، طبیعتا اون حکومتی که هدفمند برای پاکستان بوده باشه، خواهان حکومت هم در افغانستان باشه. چیزای دیگه هم اشاره شد، آقای محمدی کسای دیگه هم به باور هستن که علاوه بر رقابتش با این سیاست سلطه‌جویانه‌اش، مسئله مرزی با افغانستان است، چیزی که حتی پاکستانی‌ها او را به صورت دفاع خودی مطرح میکنند. ما برای حفظ بقامان اگر حمایت هم میکنیم از پاکستان، از طالبا به میخاطر میکنیم. ببینید شما بحث مرزی دیورند یک بحث است که پاکستانی‌ها او را هیچ پیششان از جمله مسائل نیست. امروز زیادتر پیش حکومت افغانستان است، زیادتر از او چیزی را تقاضا دارن. امروز شما ببینید که مناطق کنر و جلال آباد و مناطق دیگر امروز هدف تیر دشمن قرار میگیره و روزی نیست که در اونجا ده ها و صد ها تا گلوله توپ به اونجا فرود نیاید. این به این معناست که خط دیورند این طرف دریای کنر است و دریای کنر باید جمع مسائل دیورند محاسبه بشه و این آب بزرگی که امروز نیازی بر دنیا بر سر مسئله آب نیاز دارن، پاکستان میخواهی آب بزرگ را بسیار به سادگی و مفت از ما بگیرن. سپاسگزارم. ادامه برنامه پس از این وقفه کوتاه. درود دوباره. بیننده برنامه سرنوشت به گونه زنده از نور هستید. آقای ممتاز، چیزایی که اشاره شد، پاکستان سکاندار است، پاکستان رهبری میکنه جریان به نام طالب پراسفگنی را، خب اهدافی هم داره در رقابتش با هند و چیزایی هم که اشاره شد. خب ما بازم میپرسم که پاکستان چی میخواه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. سلام به بینندگان عزیز، خدمت های مهمانان حاضر در بحث و شما. خدمت شما عرض کنم که قبل از اینکه سر این موضوع بحث کنیم، سر این حالتی امی که امروز موضوع بحث ماست، محور بحث موضوع امنیتی است. بله. این انفجارها و عملیات انتحاری که صورت گرفته کی است، پس لرزه های مرگ ملا عمر است و جهت های استخباراتی منطقه به خصوص ISI میخواه که به این افعالشان بخواه معنویات طالبان شکست خورده از اونا را از نگاه روانی معنویات از اونا بلند ببرن با این عملیات و این امر متوقع بود
که همچی چیزی صورت می گرفت تا بتانه با این صداهای انفجار یک بایی قسمی استاد فرماندن یک هیبت و عمو سطح رهبریت اونا نشان بتانه. از طرف دیگه معنویات شکست خورده که در صفوف طالبا صورت گرفته، انشقاق هایی که صورت گرفته، استعفایی که برخی از اعضای دفترشان در قطر و بعد اختلافات درونی در انتخاب رهبرشان، این مسائل اینا میخواین که اماهنگ بسازه با این صداهای انفجار. این یک موضوع اساسی. موضوع جای شک نیست که همه از وقت تاسیس پاکستان تا به حال همه حکومت هایی که آمد، اگر راست بود، اگر چپ بود، اگر شاهی بود، اگر جمهوری بود، همیشه پاکستان در تقابل ایمی حکومت قرار داشته. حتی یک انگیزه استراتژی، یک فکره وجود داشته بین افغان. متاسفانه مشکل اساسی ما در افغانستان است. ما میخواهیم که استعمار با استعمار بجنگیم، استعمار با توسط استعمار جنگیم. چیزایی میشاره شد، میمونا گفتند پاکستان از نامی افغانستان چی میخواه؟ از این که طالب افزارش از تقویت میکنه برای جنگ انتحار در افغانستان روان میکنه چی سود میبره؟ جناب محترم، حال این موضوعی حالا نیست. خیلی که از تاسیس پاکستان تا بخل عامل ما که نامنی داریم، انفجار داریم، آقای مثلا عامل است فعلا مشکل ریشه ای علی شبا برای چی پاکستان میخواد که انفجار باشه، انتحار باشه، نامنی باشه؟ نهایتش پاکستان در افغانستان یک حکومت مزدور. برای چی سود میبره از حکومت مزدور؟ حکومت مزدور مطیع فرمان روای پاکستان میخواه و میخواه افغانستان عمق استراتژیش در افغانستان بوده باشه که از نگاه اقتصادی نظامی علیه رقیبای سیاسی منطقه‌ای خود همچنان دفاع کنه. این یک هدف اساسی مهم در پاکستان است که این آشکار واضح است، ضرورت به تحلیل و تجزیه و تفسیر و تفسیر نداره این موضوع واقعا. اما در تقابل از این، در مقابل از این، ما آیا سیاستمدارای ما، دولت مردای ما اهلیت ای را داره که در تقابل یک دشمن رقیبی دیرینه و تاریخی اینا بستن؟ اینجا حرف است. اصلا در قوت پاکستان یا در قوت مخالفین دولت، در قوت چیز اونا، قوت از اونا در ضعف خود اداری افغانستان نهفته است. شما ببینید جای تاسف بار نیست داره. شما ببینید که یک شخصی که 2 سال قبل وفات کرده، ما برزو تبریکی میگیم، به این تبریکی میگیم، هنوز هم خبر نداریم بگیم آیا کشور به این بزرگی خود که اینا حتی ادعا میکرده که خانه مولا عمر چند طفل تولد شده، بعض برخواد میگن یک جهت قضیه است. دیگه که اشاره کردم موضوع مهم است که استعمارهای خارجی که یعنی همپیمانان تاریخی پاکستان بودن، دولت مردای ما را، حکومت ما را، اونا در اخفال نگاه کردن. دست نیروهای قهرمان امنیتی ما را اونا بسته کردن، نمیخواین تجهیز تسلیح شوند، نمیخواین از کدوم کشور دیگه مردم افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان اسلحه خریداری کنن. بناً این نیروهای امنیتی که به نام دوست اینجا آمدن، این نیروهای خارجی که در افغانستان، اینا همه جان دست به دست پاکستان و مخالفین دست دادن که این شرایط فراهم ساختن تا که از آب گیلالودی افغانستان هر کس به نفع خود استفاده کنه. شما ببینین یک موضوع بسیار اساسی مهم است. وقتی خواستیم چپیای ما در افغانستان، کمونیستا خواستن که پاکستان توسط رأس حربی استعمار شرق اتحاد شوروی وقت بجنگه باش علیه اقدام کنه، فکر یک مسئله برخواسته وقتی که اهداف در اوج، اهداف استعمار در اوج نهفته بود که مردم افغانستان در مقابل ازی قیام کرده که جایی را هم تبلیغات سودی نگرفته. امروز که ما میبینیم که بنام پیمان امنیتی بزرگی را که امضا کردن و به این پیمان خیلی زد تبله و تبول زدن اینا، بسیار میبینیم که اینا امضا کردن، در مقابل فعلا میبینیم که نیروهای امنیتی ما زب همیشه، ولیکن این نیروهایی که فعلا وجود داره به عنوان قوه های دوست وجود داره، حتی سنگ از جایش تکان نمیتن، اینا خاموش هستن در قبول. حتی برتان بگویم دوست عزیز، ما باید ذاکره ما قصیر نباشه، کوتاه نبوده باشه. وقتی رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی گفت که هلیکوپتر توسط هلیکوپتر مخالفین دولت افغانستان انتقال میشه از جنوب به شمال افغانستان، که امروز نتیجه شدیدیم کسی نبود که دو سر صدا کنه، اجازه بدید که مخالفو انتقال میشه. اگر چنین دیروز قبل در منطقه پروان، در مناطقی که در سرحدا غربند، در اوج توسعی که گفته شد که هلیکوپتر
آوردن تجهیزات و مهمات به مخالفین اونجا توضیح کردن. دیروز کارش کردن. مردم میپرسن وقتی شما محرمین کارش کسایی است اگر درست باشه چنین چیزی. موضوع وقتی این مسئولیت من است، وقتی مسئولیت و رئیس جمهور افغانستان، شخص افغان افغانستان این صحبت میکنه، شما ببینه که حرف از کجا در افغانستان مثلا نبود. آقای ممتاز کسی نامه در اسناد راه بکنه که این هلیکوپتر اینجا آمده مخالفه را پایین کرده. خوب اسناد نداری وقتی جناب محترم یک مشکل اول باشه هر کسی باشه دیگه. خواهش میکنم جناب شخص اول سیاسی افغانستان، رئیس جمهور افغانستان، قمندان اعلی کشور میگه که همه نیروهای کشفی و امنیتی به دست شما، اینا میگن که اسناد معتبر است. والی هلمند که اسدالله وفا برطرف شد، برکنار شد از طرف تحت فشار انگلیس، برکنار شد که روابط بین انگلیس و بین طالبان صورت گرفته بود، این اسناد معتبر نیست. صدها کار دیگه که صورت میگیره فعلا در مناطق غربان، فعلا به مخالفین دولت وجود اسلحه توسط هلیکوپتر اونجا فرود میه و توزیع میشه، این سند نیست جناب محترم. همه زی اسناد است، همه زی شخص اول جمهوری افغانستان، شخص اول کشور که این موضوع رو میگه، این خود که همیشه اسناد است. ولی جناب محترم وقتی که شما ببینید که در شمال نیروهای ما، همه مردم عامه، مردم افغانستان زب همیشه نیروهای افغانستان، نیروهای قوای خارجی که وجود داره، نیروهای اویشن وجود داره، فهمی میگن در کجا هست. حالا امی حملاتی که دیروز در منطقه شاهد صورت گرفته فعلا تثبیت نیست که آیا این موتر بوده. طبق بعضی از بررسی ارزیابی نظامی ها، آن چیزی که عمق ایو میبینه که از اونجا آب برآمده، عمق از 4 متر 5 متر بیت، قطعا توسط عملیات انفجاری صورت نمیگیره تا که راکت نبوده باشه، تا که یک بم از بلند در اینجا افگنده نشه، این کار صورت نمیگیره. این هدف نیست، هدف جناب آن هدف راکت بله، هدف جناب آن چیزی را که نیروهای امنیتی ما را در لوگر دیروز با توسط هلیکوپتر خارجی کشته شدن، شهید شدن، امروز همچو عملیاتی در اینجا صورت میگیره، صدها این عملیاتی صورت گرفته در ننگرهار، در جنوب افغانستان، در شمال افغانستان توسط نیروهای هوایی کشورهای دوست که برای بعضی کسا خوشایند هستند برای او میگن. موضوع دیگری که بسیار جهت رو چه بگن، آیا شما ندیدین یک تعداد از کسایی که مبتذل ترین اشخاص از نگاه طبقه اوناس و طبقه ذکور افغانستان، سیاستمدارای افغانستان دیروز که اینا اشک ریختن به خاطر مردن ملا عمر، در حالی که اینا سکولرهای مفسد و مبتذل وجود داره که اصلا اشک اینا قابل قبول پذیرش حتی بین اواخهای طالبان نیست. حالا شما نمیبینید که این ستون پنجم که فعلا در داخل اداره سیاسی افغانستان وجود داره، آیا شما از این کار کرده میتونین که امی اشخاصی که فعلا زمامدار افغانستان، زمام امور افغانستان که بسیاری از اینا به دست داشتن، آیا اینا سخنگویا و نماینده و ممثل طالبان را در سالهای قبل از سال 73 و 70 به بعد نبوده؟ اینا شما اینجا خودتان قضاوت کنین که آیا ما میتونیم که خود هم قاضی باشی، هم دانی بوده باشی، هم جانی بوده باشی، هم زمامدار افغانستان بوده باشی. این موضوع جهت دیگه، موضوعی که بسیار مهم است، جالب است که این سیاستمدارای ما، این افراد زمامدار امور، زمامدارای امور ما که ممثل و نماینده طالبان، سخنگوی طالبان، حرکت طالبان در امریکا بودن، در نیویورک بودن، در پاریس بودن، در لندن بودن، امروز زمام امور به دست داره، به کدام آبرو اینا میتونن در تقابل پاکستان و در تقابل طالبان اینا صورت بگیرن؟ این کاملا آشکار است. اگر نه امروز امکان داره که شما ببینید که نماینده پارلمان افغانستان، شخصیت مشهور کشور پارلمان، امروز برای خاطر از اشک بریزانم و ما در اینجا مشکل نیست که ما اگر بگوییم این مسائل که ملا عمر من حیث یک مجاهد بوده، ولی این اشخاص سابق نوکرای شرق بودن، امروز همون اشغالگری را که اینا خودشان بعض وقتا نطق میکنن که اشغالگر هستن، امروز شبشان با اشغالگر هستن، صبحشان با ارگانهای امنیتی افغانستان. پس در این تناقض اداری سیاسی امنیتی که در افغانستان در داخل دولت وجود داره، شما چه تصور دارین که همچه عملیات های صورت نگیره؟ سپاسگزارم آقای محمدی. خب بله درست است که پاکستان عمق استراتژیک داره، اهداف داره در پاکستان، اما بیشتر مشکل ضعف حکومت افغانستان، ضعف نیروهای نهادهای امنیتی و اداری از ستون پنجم گفتن. موافق هستین برای که ناامنی ها فروکش بکنه، برای که ما به این میزان ناامنی نداشته باشیم چیکار کنیم؟ من تایید میکنم، بله من واقعا نمیشه که ما گفتگان تا برف خود سر بام دگاه پرتیم. بله این ضعف ماست که زمینه را مساعد میسازه برای کشور، کشورهای مختلف و گروه های معاند با مردم افغانستان که
بسیار براحتی بیاین و هر هدفی را که در داخل این کشور تعیین میکنن او هدف را به ساده ترین طریقیش به اصطلاح از بین ببرن. ما چند مشکل بسیار جدی در داخل افغانستان وجود داره. یک، ما اگر قرار باشه بیاییم با جهان بیرون و با چالش هایی که از بیرون سر ما تحمیل میشه به اصطلاح سر از فائق بیاییم، چاره نداریم جز از اینکه بیاییم از موضع قدرت برخورد بکنیم. یک، رأی آفتر که حکومت افغانستان نسبت به قضیه صلح تا امروز تعقیب کرده، رأی آفتر تکبودی از موقف ضعف، حالت انفعالی بدون داشتن کدام هدف، برنامه مشخص، بدون تعریف مشخص از دوست و دشمن و صرف یک حالت به اصطلاح در حالت استیصال با طرف وارد تعامل میشه، که چیزی که تا امروز ما تجربه کردیم این وضعیت را به جای نمیبره. ما وقتی میتونیم پروسی صلح را به یک نتیجه مطلوب برسانیم که تمام گزینه ها را ما باید سر میز داشته باشیم. مذاکره این گزینه ها میتونه مذاکره باشه، این گزینه ها میتونه استفاده از ابزار زور و فشار باشه. ببینین طبیعی است ما بعضی معذوریت ها را نسبت به کشور مثل پاکستان داریم. پاکستانی ها اگر خواسته باشن و اگر ما با او سر سازش نداشته باشیم میتونن از بعضی از حربه ها با عنوان اهرام فشار بر علیه ما استفاده کنن، با عنوان مثال ترانزیت. اما اوطور نیست که این حربه ها در اختیار ما نباشه. این حربه ها و این ابزار به شکل بالقوه در اختیار ما هست. متاسفانه یک فکر و یک برنامه کلانی که بتانه این امکانات را مدیریت بکنه و با استفاده از او اهداف را تعقیب بکنه، متاسفانه ما این را نداریم. دلایل واضح برای ازی وجود داره. ما تا همین امروز نسبت با تمام قضایا با دید قومی ما میبینیم. ما کمتر آمدیم پدیدی به نام ملت را تعریف کردیم و برای این ملت اهداف تعریف کردیم که در حقیقت اهداف ملی هم و منافع ملی است و کمتر آمدیم ما برنامه ها و پالیسی های مشخص در امر تامین این اهداف داشتیم. اکثرا ظرف چند سال گذشته و حتی همین امروزی که پروسی صلح تعقیب میشه، در اینجا هر یک کدام کوشش میکنن از آدرس هویت قومی نسبت به این قضیه صلح دخیل شوند و هر یک کدام در همین امتداد و روی همین منافع بسیار خرد و کوچک اینا تمرکز میکنن، که خب با توجه با ظرفیت و با توجه با شناختی که خصوصا پاکستانی از این وضعیت دارن، تانستن از این وضعیت حد اکثر استفاده را در جهت تامین منافع خودشان بکنن. ما گاهی وقتا متاسفانه شاهدیم که عمل کرده که رجال سیاسی ما در داخل افغانستان دارن دقیقا موازی با او اهداف است که دشمنان ملت افغانستان را تعقیب میکنن. دشمنان مردم افغانستان همیشه یک پالیسی که همیشه استعمار کهن داشت، متاسفانه تا همین امروز هم ادامه داره، مسئله تفرقه بیانداز و حکومت کن. ما خود ما بانی و در حقیقت همین پروسی شگاف اجتماعی را ما خودمون روز به روز تقویه کرده میریم. این کار بیشتر از هر کس دیگه توسط نخبگان سیاسی ما میشه. ما وقتی میتونیم پروسی صلح را یا به تعبیر ساده ترش اهداف ملی را به شکل درستش تامین بکنیم، که ما یک نهاد بسیار مقتدر به نام دولت داشته باشیم. امروز دولت ما بیشتر از هر مرجعیدگی از طرف خود ما و از طرف رجال سیاسی ما آسیب پذیر هست. ما واقعا فکر میکنم ادعای گزاف خواهد بود اگر ما بیایم بگیم ما دولت داریم، ما پدیدی به نام ملت داریم، ما اقتدار داریم، اقتدار سیاسی داریم. و به همین ترتیب تمام این مؤلفه هایی که میتونه برای ما انسجام ببخشه، تمام این مؤلفه هایی که میتونه ما را در رسیدن به اهداف ما کمک بکنه، چی بسا که متاسفانه توسط خود ما انمی
مؤلفه ها به چالش کشیده میشه. در همچین یک وضعیت ضمن ای که متاسفانه علی رغم ای که امکانات و منابع ما اگر به شکل مقایسه‌ای ما بیایم ایران محاسبه بکنیم فوق العاده محدود است، متاسفانه ظرفیت ها برای استفاده از این منابع فوق العاده محدود است، اما ما ادعای فوق العاده بلند پروازانه را در سر می پروانیم. ما تا همین امروز هم ادعا میکنیم که یک بخش بسیار عمده از کشور پاکستان مربوط به ماست. اگر این محدودی جغرافیایی مربوط به افغانستان است، شما چطور به ایج سفیر روان میکنین؟ چطور به ایج نمیفهمم قنسول ایا روان میکنین؟ اگر مربوط به شما نیست، چرا تعامل نمیکنین تا ای که ما بیایم گروه های که خارج از محدودی حکومت هستند و به عنوان گروه های سرکش هر دو طرف را متضرر ساختن، چرا نمیایین این مرز رو به رسمیت نمیشناسین تا حداقل هر یک کدام از این حکومت ها در یک محدودی مشخص بتانن عوامل بحران را در داخل کشور خودشان مدیریت بکنن و مهار بکنن؟ یکی از عواملی که متاسفانه در دو طرف خط دیورند عوامل بحران به وفور یافت میشه از دید می است که نه حکومت پاکستان و نه حکومت افغانستان به شکل باید و شاید روی این مردم و این منطقه اشراف نداره و این زمینه را مساعد ساخته. برای از این که بعضی از این گروه های آشوب طلب بیاین به خاطر رسیدن به اون منافع خرد و کوچکشون، که البته عوامل زیادی هم برای از این وجود داره، مثل فقر، مثل بیکاری، مثل بیسوادی و ده عوامل دیگه، اینا بیان به خاطر رسیدن به اون مقاصد خرد و کوچک خود بحران خلق بکنن و مطمئنن هم کشورهای و یا سازمانهای استخباراتی و غیر استخباراتی وجود دارن که از این وضعیت نفع میبرن و میخواین که این وضعیت را مهار بسازن و مهار از اون در داخل کشور ما که ما مصادیق عینی از اون را خب در قالب انتحار و انفجار و ایگپا همه روزه ما شاهد هستیم. خب با این صورت با تعریفی که شما دارین با این گفتم موافق هستین که جای گفتگوی سال با طالبا اونم که ابزار پاکستان باشه، چرا با پاکستان گفتگو نشه؟ دیپلماسی قوی نداشته باشیم برای حل مشکلات؟ خب طبیعی است. من فکر میکنم طالبا چنانی که حال تجارب نشان داد، طالبا از او استقلال عمل و از او اراده لازم برای از این که بیاین خودشان به شکل مستقل طرف به اصطلاح تعامل صلح قرار بگیرن واقعا نیستن. ما حداقل ظرف همین چند ماه گذشته ما شاهد این وضعیت بودیم، به مجرد این که بعضی از به اصطلاح رهبرهای طالبان آمدن و به اصطلاح نرمش از خودشان نشان دادن و علاقه مندی نشان دادن به ای که به ایروند صلح بپیوندن، به یک مدت بسیار کوتاه تمام همین قضیه توسط خصوصا استخبارات پاکستان سبوتاش شد و وضعیت را به این شکل در آوردن. پس بنابراین من فکر میکنم راه حل ایست حکومت افغانستان به عنوان نماینده مشروعی ملت افغانستان باید بیایه قضیه صلح را با طرف اصلی یعنی با پاکستان باید تعقیب بکنه و این هم نباید از موقف زوف، نباید با حالت استیزا و به اصطلاح استخاره که باید از موضع قدرت بیای نسبت به قضیه صلح برخورد بکنه تا ای که ما بتانیم روند صلح را به یک نتیجه برسونیم. گزارم آقای رئین، وقتا که این معلوم شده باشه که پاکستان طالبا ابزار دست پاکستان است، استخبارات پاکستان است، حمایت میکنه و هم غرض داره و استراتژیک داره، مشکلاتی که بین افغانستان و پاکستان است، برای چی باید با ابزار پاکستان که طالباست گفتگو شود؟ مستقیم با طرف اصلی که پاکستان است گفتگو شود و او هم از موضع قدرت. بحث اصلی همین است. در واقع طرف فعلی ما در افغانستان در این وضعیت جنگ و ناهنجاری هایی که در افغانستان به وجود آمده و می آید، راستی مذاکره با طالب یک چیزی بیمفهوم و بی‌حاصل است. هدف اصلی در مذاکرات باید کشور پاکستان و حکومت پاکستان بوده باشد. زمانی که پاکستان صادقانه بخواهد در قضیه افغانستان صلح را به اصطلاح صلح با پاکستانی ها صورت بگیره و اونا آمادگی برای صلح در افغانستان داشته باشند،
یقینا روزی است که صلح در افغانستان نتیجه میدهد. اگر قرار به این بوده باشه که صلح با طالب صورت بگیره و طالبی هم که خودش مزدور است، مزدور بیگانه است، مزدور وقتی که از امر بادار سرپیچی کرد همون لحظه است که به اصطلاح جوابش میشه و میره برای کار خود. شما ببینید که طالبا یک پی دیگر هر کدامشان از رهبرایشان که مزدورای پاکستان بودند، وقتی احتمالاتش میرفت که با یک نحوی از آنها با حکومت افغانستان کنار بیایند، دوچار یک مشکل و مصیبت شدند. در اولین قدم ببینید مسئله ملا برادر، سر و صداها در مسئله ازی به پا شد که ملا برادر با یک نحوی از آنها با حکومت افغانستان شاید کنار بیایه و بحث صلح و مذاکره را در پیش گرفت. قبل از اینکه او به او هدف برسه و خودش وارد مذاکره بوده بشه و بتانه یک راهی را در مسئله افغانستان جستجو بکنه، توسط ISI دستگیر میشه و زندانی میشه که تا امروز هم ببینین سرنوشت برادر معلوم نیست که در کجا هست و چه حالتی داره. خود ملا عمر به عنوان رهبر طالب یا القابی را که در سرش ماندن به نام امیرالمومنین، امیرالمومنینی که در زنجیر ISI بسته بود، او امیرالمومنین از خود هیچ اختیاری نداشت که در افغانستان کاری را بکنه. اگر انگیزه و فکر اسلامی و بالاخره دلسوزی بر ملت افغانستان و افغان بودن بر از او مطرح می بود، این همه خونریزی و ویرانی ها در افغانستان قلب هر انسانی که من حیث انسان در روی کره زمین زندگی میکرد دلش میسوخت به این حالت که این وطن تباه بشه، اینقدر خون ناحق بشه، مساجد ویران بشه، مکاتب ویران بشه، آبادی ها به خاک یکسان بشه، صدها و هزارها انسان بیگناه با خونش به افغانستان بریزه. دلش به این حالت میسوخت و از این مسائل دست بر میداشت و این فتواهی غلطی را که در قسمتی صادر کردن که جهاد علیه ملت افغانستان و علیه این وضعیت، این مسائل دست بردار میشد. یقینا امروز که ملا عمر به سزای اعمال خود رسیده به این وضعیت، مرگش ما فکر میکنم که این وضعیت طبیعی نداشته و هم روزگاری مثل ملا برادر گرفتار بوده و باشه و شاید هم به همان مسئله از بین رفته. و پاکستانی ها او زمان درک کردن که حالا دیگر نوکری بیتری برشان بگیر میکنه که به نام ملا اختر یا کسی دیگری را وارد صحنه کردن که این قصیص القلتر و نافهمتر از ایسته که در مسائل افغانستان بیایه وارد مذاکره باشه یا رای حل در مسائل افغانستان به وسیله از جستجو باشه. ولی این اشتباه است. حکومت افغانستان از آغاز مذاکره در این مسائل در مسائل افغانستان اشتباه کرد. عاطفه ای را که نسبت به قضایای طالب نشان داد و عاطفاتش کلا اشتباهات بزرگ بوده. دیدین که هزارها تن جنایتکار جنگی که از میدانهای نبرد دستگیر شدند و عنوان طالبی که عملا در جنگ بودن، مسلح بودن، دستگیر شدن، در زندان بودن، بدون از اینکه کدام تحقیقی در مسائل اونا صورت بگیره، بدون از اینکه تصفیه حسابی با اونا صورت بشه، صورت گرفته باشه، به عنوان جنایتکارایی که در جنگ اشتراک داشتن، بدون گپ و گفته از طرف نظام افغانستان رها میشن و اونا عملا میرن در صف مخالفین باز استاد میشن، برای قتل و کشتار مردم افغانستان اقدام میکنن. این وضعیت راستی وضعیت بسیار دردناک است که حکومت افغانستان هر قدر یک طرفه بحث صلح هر مطرح بکنه و صلح و صلح و صلح گفته، برای به نتیجه هم نمیرسه. یک جریان دیگری که امروز مطرح است و یک مدت است سر جریان کار میکنه به نام شورای صلح. من بارها هم گفتم و حالا هم میگم شورای صلح به معنی شورای طالب ساز، طالب سازی را اینمی شورای صلح کرده. امروز اکثریت افرادی در دستگاه شورای صلح است که عملاً به غمی که به طالب یا دردی به طالب میرسه با طالب عشق میریزه. بسیار دردآور نیست که یک تعدادشان سر یک مجلس مینشینن و اعضا و مرثیه میخوانن برای ملا عمر، ملا عمری که رهبر قاتلا و جانیا و جنایتکارا در افغانستان است. برای مجاهدین یک عده دیگری هم کردیلانه، برای مجاهدین که نجات دهنده های افغانستان از مصیبت استعمار بود، برای اونا جنایتکار خطاب میکنن، برای قاتل و جلاد ملت افغانستان کلمه جهاد در خطاب خیلی کوتاه غیر این. با این صورت که طرف اصلی پاکستان است، گفتگوهای سلام با طالبا سودی نداره. خب برای فروکش کردن ناامنی ها، برای که ما چیز از وضعیت بکاهیم، او هم در صورتی که طرف اصلی پاکستان باشه چیکار شود؟ بحث اصلی از دید من این چیز است که افغانستان من حیث یک نظام، یک نظامی که بر اصطلاح با آرای مردم افغانستان این نظام ساخته شده، یک نظامی که در آغازش نظام انتخابی و آرای مردم افغانستان به نام جمهوری اسلامی افغانستان،
یک کشوری که اعلان میکنه ما در قطار دول اسلامی یک کشور مستقل هستیم، حق ای را داریم که با دنیا روابط داشته باشیم و بخواهیم برای تقویه نیروهای نظامی خود، برای استحکامات خود، برای ثبات سیاسی خود با دنیا روابط داشته باشیم. ما یک مسئله کلان را در دنیا به امضا رساندیم که این بسیار شرم‌آور برای ما است که امروز نتیجه نمیده در افغانستان. ما پیمان امنیتی را با آمریکایی ها امضا کردیم، با اروپایی ها امضا کردیم. او پیمان به معنی ازی بود که نیروهای مسلح افغانستان به اسرع وقت اکمال و تجهیز بشه و اون نیروها بتونه در برابر دشمنای مردم افغانستان، هر کی بخواد در افغانستان جنگ را برا بیاندازه، بتونه از جغرافیای افغانستان دفاع بکنه. با کمال تاسف که او هم تاکنون نتیجه مثبت نداده. یگانه راه حل است که نیروهای نظامی افغانستان تقویه بشه، با قوت جنگ وارد میدان بشن، دشمن در میدانهای جنگ بکوبن تا دشمن حاضر بشه صلح بکنه. سپاسگزارم آقای ممتاز. یگانه راه حل برای فروکش ناامنی ها از چیزی که برای که چیزی از وضعیت بد کاسته شود، تقویت نیروهای امنیتی است که هم با قوت وارد عمل شود. درست است، کلام ما تایید میکنم که راه حل از دید راه حل تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان است، ولی کس فعلا زمامدارای فعلی افغانستان، ستون پنجمی که فعلا وجود داره، ستون مزدور وطن فروشایی که فعلا وجود داره، خائنای ملی که وجود داره که سالهای متمادی اینا به مصالح و منافع استعمار شرق و غرب اینا کار کردن، این مردم فعلا در زمام امور اینا خودمشان اینا به دست دارن در افغانستان. هیچ وقت اینا امکان نداره که بدون اوامر و رهنمایی بادارانشان به همچو چیزی دست بزنن. قطعا اینا تا به حال اینا مانی همه پیشرفت های نظامی ماستن. رای حلش؟ رای حل حقیقت یک موضوع بسیار مهم در اینجا است. ببینین اینا یک اداری را اینا ترسیم کرده در همون کنفرانس شومی بون. اول این ببینه که در ذهن مردم افغانستان، مردم افغانستان چیزی وجود نداشته، موضوع قومیت ها را اینا مطرح کردن. اداری افغانستان را به اساس قومی، به اساس هزاره و تاجیک و پشتون و ازبک رو تقسیم کردن که مردم به تقسیمات گذارن که این چیز فعلا در 13 سال اینا عمیق شده در ذهن. اجازه بدید مدام یک دقیقه میخوام این ازتون بپرسم که برای حل چی میبینین؟ برای که از این ناامنی ها کاسته شوه، عواملش هم صحبت شد، پاکستان غرض داره، اون استراتژیک داره، از طالبان حمایت میکنه، برای حلش، برای که وضعی وضعیت ما چیز بکاهیم، امنیت بیاریم، چی باشه؟ ما طرفدار از این استنبارها را تکرار میکنیم که حتی علمای بزرگ اسلام، فقها به این گفتن که حکومت ظالم بیشتر از لاحکومتی است. ما نمیخوایم که حکومت افغانستان، اداری افغانستان تضعیف شوه، ولی ما به مردم، نخبه های افغانستان، قهرمان های ملی افغانستان، مجاهدین افغانستان، فرزندای صدیق و راستین افغانستان، اینا خواهشمند هستیم که باید در صدد و در سعی و کوشش عجیب بوده باشه که این نظام، این اشخاص مفسد و وطن فروش و خائن که فعلا در دستگاه های حکومتی بوده اینا را تصفیه کنن تا به یک اداری ملی سالم که ما بتانیم که یک ملت واحد در تقابل استعمارگر شرق و غرب و منطقه‌ای قرار داشته باشیم. این یک حل است. اما با وجود این مفسدین که همچون حکومت نامشروع را که توسط میلیاردها کلدار پاکستانی حکومت به وجود آمد توزیع میشد، ما توقع نداریم که اصلاحاتی به میان بیاد. هرچی الان چی که بود سر صداهای هم صورت بگیرد، صلح را از زبان ازیا قول حق است، مرادش باطل. سپاسگزارم آقای محمد. خیلی کوتاه است، 30 ثانیه اگه بگین رای حلش، تقویت نیروهای امنیتی که از موضوع قدرت وارد عمل شوند و چیزی که آقای ممتاز گفت، اداره اصلاح شود، اداره حکومت از وجود ستون پنجم تصفیه شود. من بسیار کوتاه میگم برتان، اگر قرار بر ایست که ما از این وضعیت نجات پیدا کنیم، یک، پروسه ملت سازی رو باید تقویه بکنیم، ما به یک ملت باید تبدیل شیم. دوم، پروسه دولت سازی رو ما باید یک دولت مقتدر داشته باشیم. و نکته سوم این است که این دولت مقتدر بیاید تعامل بکنه با او کشورهایی که اهداف مشترک با افغانستان دارند و نهایتش که ما توازن قوا را در حداقل در همین منطقه در جنوب آسیا به نفع خود ما بیم رقم بزنیم. من فکر میکنم این رای حل است که متاسفانه رای که حکومت ما میره رای ترکستان است. هیچ کدام از این پروسه را تعقیب نمیکنه، نه پروسه ملت سازی، نه پروسه دولت سازی را که روز به روز تضعیف شده میره، و نه تا امروز تونسته درک بکنه این موضوع را که ما بیم با ائتلافهای استراتژیک با
کشورهایی که اهداف مشترک با ما دارن بین توازن قوا را در این منطقه به نفع خود ما رقم بزنیم. سپاسگزارم از همه شما، از تشریف آوریتان و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز. خدا نگهدار.